سلام عزیزای دلم، خیلی خوش اومدی. سلام سلام آقا، جاتون سبز. عشق منی عزیز دل منی، سلام درود بر شما، خیلی خوش اومدید. یا الله آقا، دیگه چجوری سوال کنم؟ اینجوری دیگه بس دور بید. این هم نهار ماست دیگه داداش. اونم مهمان همیشگیه با صفای وجودتون. ممنونم که لایف میکنی، زنده باشی. آقا جواد امیری داداش، شما فالوورات کمه، نمیتونی بیای بالا، باید بشی 1000 تا. دوستان محبت کنید، لایک شیر کنید. جواد جان متوجه شدی داداش، باید 1000 تا فالو داشته باشی تا بتونم بیارم از بالا. جواد الان تو خواستتون. سلام. سلام آقا سیری گل. سلام برادر بزرگم، حالت خوبه؟ یا الله بسم الله. جانمان جور سلام. آقا نگاه کنم کمتر از 1000ه. خب آره، فدای سرت آقا سیری. من خب فدای شکرم که اومدی بالا آه. یعنی مشکل هر شد. آقا سیری چطوری؟ الحمدلله، شکر خدا، الحمدلله. شما خوبی؟ آقا سیری غذا میخوری؟ آره دیگه، وقت نهاره دیگه، ساعت 2. کجاستی آقا سعید؟ من لندنم. سعید نیستم، سیدم، سید آبی پوش. آها سید، سید آبی پوش. آقا سید آبی پوش، ما هم جای تو خالی. آقا سعید ما کیم؟ آلمان هستم. زنده باشی، زنده باشی آقا امیری. کدوم شهری؟ همی الان تازه سری کار آمدم، دارم مام غذا میخورم. نوشه جان، اونجا پیش شما ساعت 3 درسته؟ میگه الان
ساعت آره سه 3:30، 3:30 آره درست درست. ساعت سه یک ساعت شما اما جلوتری ما ساعت دوی به وقت لندن آقا جان چی کار میکنی؟ والا زندگی میکنیم ما مثل خیلی ها زندگی میکنیم تا ببینیم خدا چی میخواد یه سر کاری مثلا کاری اداری سفارتی کجای وزارت؟ چرا آقا جان خندیدی؟ میگی اداره سفارتی بیاون به سفارتی ها میخوره اداره ها میخوره آقا جان اونایی که در سفارت اینجا کار میکنه مگه قیافه چجوریه؟ نه یعنی اتفاقا قیافه من به بچه های سفارت میخوره چرا که نمیخوره آقا جان؟ چرا؟ چرا نه؟ هرکی ریش گذاشت میتونه سفارتی باشه خب ریش که دیگه اروپایی هم ریش میذاره، ریش که خیلی زیاد چیزی مهمی نیسته، فقط ریش در افغانستان خیلی چیزی مهمه، حالا اینجا نرماله. اوکی. نه یعنی چی شد که این حرف رو زدی؟ گفتی مثلا سفارت کار میکنی فلو کسی چیزی بهت گفته؟ نه یعنی آقا جان حد زدی؟ نه آقا جان کسی نگفته. حالا ما گفتم ما میشه وقت ببینیم تو لایف میاییم، مثلا ما فکر کردیم تو شاید کارمند اینا باشی، اینطوری فکر بود. نه پستی دارم نه مقامی دارم، من فقط یه سرباز ولایی هم. همین سرباز ولایی هم. خب خدا حفظت کنه، حالا هر چی هستی سرباز آقا امام زمانم هم. همین ای خدا حفظت کنه. گفتم آقا سید خدا حفظت کنه. اگه باشم تو سفارت جمهوری اسلامی ایران افتخار سینما میدم جلو میگم آره هستم ولی نیستم. با فدای سرت بود آقا جان که نیست، که هر جایی باشی سلامت باشی. حالا ما یک چیزی گفتم دیگه، جدی نگیر. نه اینم من میگم به خاطر اینکه باقی بدونم. درسته. کدوم شهر آلمانی؟ آقا جان ما در چیزم دارم ایالت تورنگن، یک شهری کوچیک البته بزرگ نه، به نام ینا. یک دونه دانشگاه داره از سراسری دنیا در اینجا چیز مثلا نمیدونم نزدیک کدوم شهر بزرگ آلمانه جان؟ نزدیک کدوم شهر آلمانه؟ نزدیک ولی چطوری برای تو بگم، در شهرهای بزرگ که دور، مثلا در فرانکفورت از اینجا تقریبا 300 کیلومتر راهه دوره دیگه. فرانکفورت بهتره. آره دیگه در لایپسیش تقریبا در ساعت یک نیم ساعت اینا در لایپسیش راهه. موفق و معید باشی. خیلی خوشحال شدم آقا جواد، خیلی خیلی خوشحال شدم. مرمان راستی هستی سوال داریم امشب، چی داری؟ مراسم دارید یا نه؟ اینجا تو لندن؟ بله مراسم آره. هست ممکن شب زیاده، ممکن شب در شهر من اربعین هست انشالله. آره ما امشب در همین جدا چی در این شهر من اربعین گرفته دیگه، ما الان ساعت 4 شروع میشه دیگه، معلوم نیست ختمش کی. آقا مشتاق دارت بگردم، شما مراهمی عزیز دل من، خیلی خوش اومدید. خب آقا جان مزایم که نشم دیگه، خوشحال شدم بالا آوردی عزیز دل من. آره دیگه من رفتم دیگه پایین، تشکر که آوردی بالا، یک چند تا لایک هم کردم دیگه من رفتم. قربان زنده باشی همچنان عزیز دل من، خیلی خوش آمدید. خداحافظ. خداحافظ. خدا نگهدارت. یا علی دوستان بزرگوارم همه تو خوش اومدین عزیز دل منی. واقعا قیافم به سفارتی ها میخوره؟ من قیافم فقط تنها به خودم میخوره.
دوستان محبت کنین، لایک کنین، شیر کنین، حمایت کنین، فداتون بشه. Río. What do you want? What do you want, Río? آقا خیلی خوش اومدی، ممنونم، ممنونم که لایک میکنی، این حمایت میکنی، این شیر میکنی. نایریو، نای، سیت، پلیز. Sit Rio, no. Go back. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم، مرسی که هستیم، مرسی که لایک میکنیم. یه روز برات میمیرم، 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 یه روز برات
برات میمیرم. Reset. Go back. Go back. Go back. اسم خودت گذاشتی اشبهال، بعد یشی سید کچل. اوف بر تو. اوف چیو؟ چرا اوف اوفت آوردم که اوف میکنی؟ آفری دورت بگرم. کسی محربوب نیست دیوانه بیرونه. چه صورت کریهی هم داری. مثل پروفایلش هم گذاشته عشق و حال، یه عکس کریه برای خودش گذاشت. اشتهام برید، اشتهام برید، بی ناموس. اشتهام کور شد. اشتهام کور شد، بشقاب خالی کردم. فرید خان دورت بگرد. عشق من جاتون سبز. برو بیرون، برو بیرون. زشت آبرو هرچی اشغال هم بردی. برو بیرون تو فرید با اون قیافه تخمید. برو بیرون. والا نمیدونم اینا کیان چیان. دوستان لایک کنین، شیر کنین، فضا توشن دارتون میگردن. عشق منی. من یه سیگار بیارم صفای وجودتون. یا خدا. سلام همه عزیزای بزرگوارم، خیلی خوش اومدین، ممنونم که هستین. آقا سیگار آزاد نشد تو تیک تاک، ما دیگه راحتی سیگار راحت بکشید.
فندک آزاد نشون بدین نه؟ او یه لحظه سیگار اومد جلو دور بین سلام همه عزیزای بزرگوارم خیلی خوش اومدید محبت کنید لایک کنید شیر کنید در خدمتتون باشیم من خوبم داداشی دارت بگردم عزیز دل من انشالله که شما هم خوب و سالم و تندرست باشین دوستان دارتون بگردم لایک کنین شیر کنین بیان با هم عشق کنین یوزر 35 سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله چی رو لایف کنیم لایف کنیم صحبتی از انرژی نصیحتی من که در خدمتتون هستم یه بابی یه صحبتی بکنیم ما به اندازه فهم و شعورمون در خدمت شما هستیم آرش جان دورت بگردم خیلی خوش اومدید جواب آفتابی داریم ما امروز داداش من انگلستان هستم شهر لندن و دعا به جونتون میکنیم داداشی دولت بگردم آرش خان زنده باشی شما عشقی شما عشق به تمام معنایی خود لندن داداش شما کجا تشریف داری؟ هدف از لایف همدلی عشق ورزی هر آن چیزی که خوبه گفتگو با همزبانان پارسی زبان محترمین با شخصیت ها زنده باد زنده باد ایوالا پرچم ایران و برداشتی نوشتی عشقم وطنم آفرین درود بر تو آرز شد شما مورد خاصی داری راجبی صحبت بکنین بزرگوار آقای یوزر 35 شما مورد خاصی در تو ذهن دارین بفرمایید بگین ما راجبی صحبت بکنیم اگه تونستی سلام دوستای بزرگوارم همه تو خوش اومدین عشق منین دورتون بگردم ممنونم که لایک میکنین حمایت میکنین شیر میکنین
میگه شما میزبان ما هستین سید جان، دورتون بگردم. صحبت های من، شما تازه با من آشنا شدین، اسمتون چیه؟ من چی صداتون بزنم؟ یوزر نمیدونم 35 05 63 20 67 187. اسمتون چیه داداش؟ اسمتون چیه؟ اهل کجایی؟ بچه کجایی؟ من باید بدونم مهمونم کیه و بدونم مهمانم کیست. هر کسی که ملا هستی، ملا یعنی چی؟ ما ملا نداریم، ما ملا نداریم. این کلمه ملا رو ما نشنیدم جایی. یه اهلی معلوم شده باشیم، اهلی معلوم شده نیست شده باشیم. باب میگه خوبی کاکا دارت بگردم، پرچم بچه شما خال آسمانسی. اسم ملا رو نشنیدیم، اسم آخوند شنیدیم، معمم شنیدیم، حجت الاسلام شنیدیم، مختار شنیدیم، آیت الله شنیدیم، ولی ملا به کار نمیاد. من که متوجه نمیشم دنبال چی میگردی؟ نه خودتو معرفی کردی، نه چیزی، یه راسم پریدی برای ملا. دنبال چی میگردی؟ حرف چیه؟ حساب چیه؟ واضح بگو. یه اکانت 8 تا 18 تا فالوور داری. آرش جان دارت بگردم، فدات بشم، من خوبم. لطف پروردگار خوبیم، داغوی همه خوبانم هم هستی. بدارم دعا میکنیم خدا هدایتشون بکنه. ممنونم 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 آرش جان، زنده باشی. میگه من تصادفی اومدم. تو تصادفی نیومدی دادا، تو تصادفی نیومدی تو لایو، حساب شده اومدی و میدونی با کی داری میخوای صحبت بکنی. من عقب میشناسی و هدفمند اومدی تو لایو من، تصادفی نیومدی. قشنگ اسم فامیلی خودتو بگو، کی هستی، چی هستی، دنبال چی میگردی، من جوابتو میدم. بمانم یا بخیر، خدا حفظتان کنه، شما رو هم خدا حفظ بکنه. شما هر چی دوست داری، صحبتی داری، مد نظری داری، حرفی داری بگو، واقعا من راجبش با صحبت میکنم. تا همش داری میگی فلان و بیسار، دقیق برو سر اصل مطلب، بگو آقا چیه، دنبال چی میگردی، من جوابتو میدم. من سلام نامتم. چجوری پهلوی نابود کن؟ چجوری پهلوی نابود کن یعنی چی؟ یا چجوری پهلوی رو نابود کنیم؟ پهلوی نابود شد، تمام شد، رفت. دنبال زیر بغل مار میگردن اینایی که دنبال این داستان پهلوی و نیم پهلوی و شاجزاد نیم پهلوی میگردن. خدا شکرت.
العالمين كثيرا على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. نحمدك ونشكرك ونستعين بك. الصلاة والصلاة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سمیر امی سلام 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 دوستای خوبم. گفتم خوبی پهلوی نابود کن یعنی قاتل پهلوی ها هستی. داده تو گردم زنده باشی. آها اینجوری شد. و علیکم السلام و سامی عزیز، دوستان بزرگوار خیلی خوش اومدین. عشق من، آه خدا، عشق منی. میگه سیبیلات خیلی مشتیه. آلکسیشان دورت بگردم. دوستان ممنونم، همچنان حمایت میکنین، لایک میکنین، شیر میکنین، یک دنیا ممنونتون. رفت اون یارو، رفت انگار. ای میپرسید، سوال میپرسید، سوال خواست ببینم ما چی فکر میکنید. چی یوزر اومده نوشته 7 نفر 8 نفر، مطمئن باش الان 100 نفر هم پشت پشت لایف دارد نگاه میکنه. میخندی که به چی؟ مثلا کم میشه از من، زیاد میشه به من. دقیقا جرات نمی کنم بیام تو لایف. البته لایف شلوغ میشه، هنه تازه استارت زدم. تازه استارت زدیم، یه 10 دقیقه رو بی نمیشه. خارکوسه عکس تایسون رو گذاشته مادر جیل، عکس تایسون رو گذاشته کسکش حرام زده. این خیلی طالبه به تایسون کم بده. مادر خیمه بوده بخواد تیکه بده. 6 نفر 7 نفر 8 نفر کیری این 7 نفر تو کس خواهر مادرت که چی؟ میمن مثل تو هم دقیقا کیور اندازه رو رفتن تو سلاح مادر جیل رو حد درس کونشون. او اینجا سید آقای پوشه، سید آقای پوش با 1 نفر فعالیت میکنه، با 1 میلیون فعالیت میکنه، حیران خیالش نیست. دنیا مثل دریا میمونه پر از جزر و مد داره. مهم اونه که پای اعتقادش، مذهبش، دینش، اهدافش، صحبتهای حقش بمونه. برو بیرون مادر جینده، برو بیرون کیت کس خوهر مادرت، مادر جینده برو بیرون کسکش، برو بیرون غر کسته. حالا جواد، حالا برو بیرون مادر. خدا شکرت. دوستان ممنونم، عزیزای بزرگوارم خیلی خیلی خوش اومد. یارو اومده 6 نفر 7 نفر کر 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 با یه پیج فکر اومده بی ناموز.
بس کش هنو 10 دقیقه 20 دقیقه نشده، الان نزدیک 7000 تا لایک خورده لایو هم 7000 تا لایک، 6800 تا تو سخت 7000 تا اکثر اونایی که لایو های سید های پوشی میبینن انسان های خوب، محترم، نجیب، محترم، با شخصیت، با ادب. شما نگاه نکنید، شما نگاه نکنید این بی ادب ها میان تو لایو کامنت های بی ادبی می نویسن. شما به اون لایک ها نگاه بکنید، اون حمایت ها نگاه بکنید. اینا ارتش سایبری مریم زبدری هست، همونه که ریختن توی پادگان تو رومانی، دستگاه و لاپتاپ هاشون رو گرفتن. خب میومدن هر کدوم 20 پیج فیک آکانت فیک داشتن و میومدن به خلق الله و مخالفین رأیشون و فکر نجسشون فوش میدادن و بی تربیتی میکردن. تازگی ها دوباره یه چند تا گوشی شاید پیدا کردن، دوباره شروع میکنن به بیادبی کردن با آدم های خوب، نجیب، وطن دوست، خدا دوست، اهل بیت دوست. ره به جایی نمیبری، ره به جایی نمیبری. آدم های خوب با شخصیت میان اینجا لایک میکنن، حمایت میکنن. خب شما 10 نفر میشین، 20 نفر میشین، یه روند کامنت زشت فحاشی مینویسین. خب مردم هم عقل دارن، هم چش دارن، میبینن، مقایسه میزنن، میفهمن طرف چقدر طرفدار داره. بعد اگه من امثال شما دشمن فحاش نداشته باشم، خب معلوم میشه یه کار من لنگه دیگه، اشتباهه، به رای صحیح نیستم. ولی دشمنای چون شما بی ادب وقتی هستن، یعنی من کار من درسته، اهدافم، افکارم منطقیه، خدا پسنده. چون تو طول تاریخ همیشه فحاشا، بی ادبا جلوی آدمای خوب و گرفتن با بی ادبی، با فحاشی، با تهدید، با اذیت و آزار. رسم طبیعت بوده از بعد به خلقت تا اگه همه از من تعریف میکردن یه جای کارم حتما مورد داشت، اشکال داشت. یعنی من تو راه صحیح. ابو ناصر اهلا و سهلا بیک، دوستای خوب نازنینم خیلی خوش اومدین، دارتون بگردم. ممنونم که هستین، لایک میکنین، حمایت میکنین. خدا شکرت برای همه چی. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. یا خدا، یا خدا شکر. ریلکس کنیم. خواه ریلکس کنیم. ای جانم
چون بیناموسه دیگه داداش، آدم بیناموس همینجوری فش میده، بعد اون دنبال فالو و دیده شدن میگرده، اون خواهد از کنار اسم سید آقای پوش، خب از کنار اسم سید آقای پوش مشهور شد. داداش من همین که لایو به قول من اومدم تو تیک تاک، خب یه ماهی نبودم تا به قول معروف تا 1000 تام پر بشه و فلان بشه و 4 تا لایو گذاشتم، بعد اخرین فوت کرد دیگه ول کردم، تازه دوباره برگشتم. بعد میگه شاهین فیلم های سکس خارش تو گروه تلگرامی ایران پخش شده، برا من بفرست دایرکت، برا من بفرست. ای شای کونکش، ای شای کونکش. ای بابا اینا شلناموس هن، اینا خار مادر کولی هن. حالا شما از راه اومدی آقای پروفسور، پروفسور تو که راجب شاهین داری صحبت میکنی، اهل کجایی؟ بچه کجایی؟ بعد اسم این خارکوسا رو نیاد، خارکوسا اینا میبینیشون از قصد فش میدن، فش میدن اسم ما رو میارن که یه حاشیه درست کنن، یه داستان درست کنن، یه اعتباری از بقل نام سید آرپوش پیدا میکنن. قربونت برم داداش، بچه خوب نظام آباد. سید آرپوش بس اینا نیست که، سید آرپوش کل دنیا سید آرپوش میشه، از 7 قاره دنیا، خب از استرالیا بگیر، آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقا و نمیدونم آسیای میانه و خاور میانه و روسیه و نمیدونم فلان، بگی همه جای دنیا سید آرپوش میشناسن. اینا گمنامن داداش، اینا علکی میان اسم سید آرپوش میارن، خب تا برای خودشون اسمی درست کنن. میره کیرم تا کس خواهر مادراتون، مادر جیندان. داداش حالا تو میای میگی فیلم سکسی خواهر شاهین تو گروه تلگرام ایران پخش شده، شاهین سیب زمینی، داداش اینا ببین کلا کیر بر اندازه همشون بی غیرتن، کیر بر اندازه سطل انا پرستا همشون بی غیرتن. قبلا هم گفتم دلیل بر بی غیرت و بی ناموس بودن اینا دنبال هرزگی بردگی جندگی هم دیگه، میگن شهر نو میخوان، نمیدونم کاباره و دیسکو میخوان، خوی شهر نو استریپتیز و قمارخونه و کاباره رو کی باید اداره بکنه؟ خوار مادر امثال همین شاهین و این کیربراندازای صد امپرست باید به چرخونن دیگه. خب برای همینا اینا اساسشان بیناموسیه، بیشرفیه، بیغیرتیه. یعنی هیچ موقع یه آدم شریف با غیرت، خب دنبال این کسافتکاری ها نمیگرده، میگه چقدر بددهن شدی مرد حسابی، بلا نسبت بود به اونا دارم میگم دیگه، من منطقی دارم عرض میکنم، من طرف من آدم های بدن، من دارم به آدم های بدا دارم میگم، به آدم خوبا که همیشه ما گذاشتیمشون رو سقف سرمون، گفتیم تاج سر ما، نور چشم ما، همیشه توصیه کردیم، گفتیم مراقب خودتون و خانوادهاتون و شرافتتون و ناموستون و غیرتتون باشین از دست این کیربراندازای بی ناموس. از طرف صحبت من با اوناست، با آدم های خوب و نجیب و خانواده دار نیست. یه جمهوری اسلامی ایران به کسی وفا نکرد، مراقب باش رو درخت نری. شما تو باید خیلی احمق باشی. این یه ذره من اینجوری برگردم به حالت طبیعی، صندلی مبلم رو
شما هنه فرق کسی که در راه خدا کار میکنه و کسی که در راه شیطان کار میکنه رو نمیدونی. سید آریپوش در راه خدا کار میکنه، در راه اهداف و آیین اسلامی داره کار میکنه. هر کی که به خدا و به اسلام ما نزدیکتر باشه ما میذاریمش تاج سر. یه گماشته صادراتی هستی یا آخوند امامه؟ به تو چی؟ تو که گماشته موساد و اسرائیلی هستی چی؟ ما شرف داریم، غیرت داریم، تحت هیچ شرایطی نه وطنمون رو میفروشیم، نه آب خاکمون رو میفروشیم، نه دین و مذهبمون رو میفروشیم، تحت هیچ شرایطی. آدم مارک مخبری و نمیدونم اداره‌ای بخوره، ولی مارک جاسوسی و وطن فروشی و ناموس فروشی نخوره. که شماها کی بر اندازای سطل هم پرست جماعت مریم زردری و مسیح کیل نجات، شما مارک وطن فروشی و بیناموسی و بیغیرتی به پیشونیتون خورده. حداقلش ما از تمامیت ارضیمون دفاع کردیم، از دین و مذهبمون دفاع کردیم. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی اشکال و بی خطا نیست. کسی نگفته اینا آیه ای از خدا، ولی گفتن به خدا نزدیکترن از تاب شما. شماها دنبال بیشرفی و بیناموسی و شهرنو و استریپتیز و قمارخونه و جندگی هرزگی بردگی میگردین، جمهوری اسلامی ایران علنا با اینا مخالفه و من در صف اینا، در صف غیرتمندان، حالا چه به ظاهر باشه چه به باطن باشه. خب باید خطتون رو مشخص بکنید در کدوم صفی، در صف جنده های شهرنوی تخم ترکه ها محمد رضا پهلوی و رضا شاه وطن فروش ناموس فروش کابار درست کن شهرنو درست کنین، یا در صف خمینی کبیر و خامنه ای و خدا، کدومی؟ من دومی رو انتخاب میکنم. اینطوریه، شما در صف شیاطین هستید. چه ناراحت میشین؟ شما مشکلتون شو ناموس بودنتون. چرا کسی بهتون میگه پسکش، چرا بهتون میگه کونی هرز جنده ناراحت میشید؟ مگه شما دنبال هرزگی جندگی نمیگردید؟ و چرا وقتی یکی مثل سید آریپوش بهتون میگه جنده کونی هرزه ها بی ناموس ها بی غیرت ها چرا ناراحت میشید؟ شیر سید آریپوش وسط لندن میگیری میکنی تو کس خواهر مادرت ابی جان، اینقدر اکشت گوشی گندگوزی نکن. باشه، مفهوم؟ دوستان لایک کنین، شیر کنین، فداشم. من یه سر خوار مادر این کیر براندازه. آخ چه قامت های از کیرای رشیق شما انداختین، ای کیر پر از براندازان و سرد ان پرست، ای جماعت مریم زبدری،
ای جماعت مسیح پیر نجات که یه بچه دهاتی حاملش کرد. بعد هم گفت جمهوری اسلامی ایران بده خوار کسه، یه بچه دهاتی مسیح پیر نجات، یه بچه دهاتی شهرستانی تو رو حامله کرد، خب باکرگی تو برداشت حاملت کرد، خب الان سر از CIA در آوردی. بعد برو بگو آقا جمهوری اسلامی ایران بده. کی را علی تو کست خار مادره تو کی را مجتبه تو کست خار مادره تو دیگه کی بگیم کی رئیسی تو کست خار مادره تو کی را هرچه بسیجیه حزب اللهیه تو کست خار مادره تو دیگه کی بگیم دیگه کی بگیم کی ده هرچی هشت شهر بیاده کس خوار مادره ده دیگه کی بگیم دیگه کی میگه با علی تریاک میگه میگه که کمرم سمشه خوار مادره تو خوب بکنم خر کسته خر کسته کمر سفت خیلی خوشش بیاد مادر زن جندن میدونستی گلوپی میکردم بهشون مادر تو خواهر تو زن تو دختر تو چهارتایی خب بابا میخواد یه نیم کیلو شیره تریاکی میخواد دیگه اسپری بسپری کار نمی کرد دیگه باید یه 18 تا قرص ویاگرا و فلان می بردیم که 4 تا خواهر مادرتون زنتون دخترتون خواهرتون همه رو با هم می کردیم بابا یه نفرم من دیگه خواهر کسته چجوری مادرتون رو من بگم کسکش خودت می رفتید تازه تریاک می بردیم می گویدید سید بکش کمرت قرص شه سامی باور کنی این اوی خودش میرم برای ما دریاک میورد میگو سید بکش کمرت قرص شد که خوار مادرش خوب بکنه مادرتو نگاهیدن خب دوستان لایک کنید شیر کنید همه تونو بری کیفت کس خواهر مادره تو برو بیرو مادر جیه جیه برو بیرو آها برو بیرو خب خب دیگه بریم این کند خواهر مادرم بندازی بیرو برو مادر تو گاییدم برو خواهر تو گاییدم برو بیرون برو بیرون تا ننداختمت بیرون برو بیرون الان حساب کتاب نکن خودت محترمانه بدرو در الان حساب کتاب نکن خوب بدرو در تا نخصمت ستا و در حرمت خواهد بگر بدرو در دیگه چی بگیم؟ بدراو در اگه حرمت سرت می بدراو در هرچی ایشی به دجمین و کرد نیمن کردل دیان خنجر یا پشدین آلمان دجمین آلمان دید یک چین تو یک چین سعید خجالت هم نکیشه هایی من سر من خیم نخواه رژیم نابی من برای من خیل من یک اختلاف عقیدتی دیری من سیاسی دیری من ولی حرمت کردیاتی باید بگریم من دجمینی اکتری نیمه بعد
یه نوع چوار بچه کونی عوایزی نیشی و ایمه دجمین دی کر 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 و دم بخنن کو کردی آتیش نز بچه یه رفیقت بپرس نه سعیدت بپرس چوار کونی بچه کونی دار خواهی جمع کری ما و احترام و عزت سلام کرم احترام اشمه خالو خالو دجمین ناموسی و مدی دجمینم داغا دجمینم داغا هم جواوی نامه حرمت کردیاتی گرتن ما چوار بچه کونی مزلف کریه در قنخواریا دیاری یه نام لایوه یا چون نام لایوه هم دجمین و مبی آقا من اختلاف سیاسی عقیدتی دیرم ماری تو ولی دجمینه دلیه صحبت از سن سال نه کسی که صحبت از سن سال میکنه احترام بزرگتر از خودش میگیره چطور حمایه جیه کری؟ دمی سرید دمی سرید یه جا نویتی ته ایوه نویتی ته آقا نکه هرچی بویی ما کردیم یه پیاری سن تا بان ایوت کرن چوار بچه کونی مزلف کردر قنخوری اگدار خواهی جمع کری و دجمین و مدی نه تو نه تو نه بس او رفیق تایشم او سعید نام تایشم و پیاگم نیه دیارگم آبان میوتم کری میکروفونم بسی بعد کر 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 خیلی آورده به بالا التماسم که بیا با بیا بالا بیا بالا بی عدوی نکیم بیا بالا دیار وقتی چه من آم ملایوه میکروفونم بسی ایلی چوار بچه کونی دجمینم دی الان تو علنی مگه اعتقاد خواهد نیشی ما من خراوت دایمه چکار رو اعتقاد من دیری علنی شما یا در خفای شما تو کار خواهد بگم من کار خواهم کنم ولی که یه چیشت من فیه مثل من زندگی کرد بعد احترام کردی خواهی بگری احترام هم زبانی بگری هم ریشگی بگری حالا هر اختلافی که دیری یه نوع مردم نباید دجمینی یک تری بیم میگه فلان فلان میگه پیر سید آبگوش تو کس مادرش همین روزا آویزونت میکنیم فعلا کیر من آویزون اللای پستون مادراتون مادر جندا کیر سید آبگوش هم نمیتونیم بخوریم 44 سال فقط داریم گوه مف میخوریم دادش کسی با سامی گان آقا سامی کسی با رامین بیادبی نکن چهل چهار سال یارو کسکش از ایران فرار کرده هیچ گویی نبوده هیچ گله کونی نبوده اومده اینجا لایو میذاره به بچه های مردم یاد میده برن تیرکمون درست کنیم واسه نمیدونم با تیرکمون بزنیم به مامورا چه های مامورا رو کور بکن کونی تو اگه لیدری بلند شو برو اونجا چرا از ایران فرار کردی بچه های مردم میخواد بندازی جلو باتون و تیر بی ناموز بی غیرت تو اگه خایدار بودی تو که اهل برانداز بودی میرفتی تو ایران نه اینکه بیا اینجا از اینجا بهشون یاد بدی بی شرفی و بی ناموسی بکنن حیا هم خوب چیزیه بعد کسکش رفته لایو گذاشته دم سفارت اسرائیل مادر جنده رفته دم سفارت اسرائیل لایو گذاشته گفته من اینجام بیاین من اینجام بعد تو لایو چی میگه؟ میگه سید آرپوش میره تو نمیدونم
وایت لیست میره، نمیدونم فلان میره، زیر دوربین میره، خار کسه دیگه. امنیتی تر از سفارت انگلیس مگه تو دنیا ما داریم؟ بیشتر از دور از 10 کیلومتر دوروبر سفارت اسرائیل امنیتیه. یعنی اگه یه دونه دوربین هر جا بذارن، اونجا 300 تا دوربین گذاشتن. بعد اونجا رفت دوربین رو میچن، من کجایی؟ من اینجا. اون کش بعد به بچه مردم یاد میده بری تیرکمون درست بگه، کسکش مامورا رو بزن خار کسه. خب خودت بلنش برو ایران دیگه، اگه خواهی داری مادر قبل چرا فرار کردی تو ایران؟ دوستان ممنونم که لایک میکنین، حمایت میکنین، فداتون بشه. یه سه تا که میگه کرد باید پشت کرد باشه، مهسا امینی آره کرد بود، ولی که تهش چیکار کردید؟ من از روز اول هم هزار دفعه فریاد زدم، گفتم شما رو، ما کردارو جریان مهسا امینی رو دستاویز خودشون کردن، رفتن خب وکالت به این شاشزاده نیم پهلوی دادن. الان کدومشون میگه مهسا امینی؟ ها؟ کدومشون میگه؟ تا دیروز من و توی که کرد به ما میگوندن شما سر میبرین، شما لاتین اوباشین، کی اندازه این پهلوی چیا و مریم زبدری ها، چه داخل ایران چه داخل عراق، از تاریخ 100 سال گذشته به بعد ببین کی بیشتر کرد کشته. خاندان شاهزاده پهلوی یا جمهوری اسلامی ایران؟ دار و دسته مریم زبدری تو عراق یه دونه کرد سالم نذاشتن تو انفال. بعد همین الان چند تو همین لندن ریختن سر پسره، ریختن سر پسره پرچم با لباس کردی، پرچم کردستان دستش بود، ریختن سرش. بعد آخر سر جریان مهسا امینی رو ول کردن، بهانه ای کردن، پولا رو دزدیدن. همینایی که کونی که یاد میداد ساچمه درست کنیم بریم مامورا رو بزنی، یارو شایستاده نیم پهلوی اومده بود تو کانال من و تو، خب اومده بودن اونجا دعوا میکردن، اون میگه 20 میخوای براتون بذارم، میخوای براتون بذارم. خب بذار پیداش کنم، دعوام که میگه 20,000 پوند، 20,000 پوند دادیم، قرار بود تو حسابم بریزی، چی شد؟ خب اینا یه لحظه با هم دعوا میکردن. یعنی من آدم عوضی گم یه 4 روز آمه لکن کی؟ امروز ساوکارگان زنگ دارم و تیم نالگان مریضه نیتونم بشونم، باید باید سر پادشاهی بود تو فرانکفورت با بچه همه به من برگشتی گفتی گفتی از راه دور دیدیم اتحشا زیر بغله دور مخلصم چاو تو فل... تو لایف اومدی گفتی تو لایف پیجما میکتوری گفتی میدیم بزننه با حسا اومدی 2 سال پیش مگه زر بزنی من خودت رو بزنی گوشی از راه دور دیدی چرا بدم بزنم؟ نه نه شنون زایده نشده من کسی به تو بزنم. اینا رفتن استقبال شاهزاده پهلوی اصول بودن. الان اینا من اینا مشکل نداره، نه اینا شما میشینی تو لایو میگی آقا این که اصلا این که دیگه لایو گذار نیست، صدا تو شنیده اینجا جلو من و تو رفتن استقبال شاهزاده پهلوی تو
بابا تو لایو پشمان بیشتاری برگشتی گفتیم ما از دور دیدیم نشون به اون نشون که با عصا اومده بودیم. جواب تو دادم اگه بخوام بزنم خودم منو از ننش زایده نشده. آقا تو تلفن میتونی سر بزنی کیه تا نزدی آقا که تا من جوابشو بدن خیالتون راه آرنگ بذار چیزای منو بشنوه ببینم کی تا من زدی شکایت دارم تو نفهم چه برد سیما بازی خودت آره من چی کاره دیدی چند نفر تا حالا زدی یه نبایی اومدن دوباره میدیم مجاهدا بزننه حالا زبون رو کردم بگو بابا مگه تیمپو بزنی مگه زد بزنی؟ آبا یه مش استون بهتون میگم که آقا بهتون دارم میگم شما خوشا به حالتون تو ایران تکلیفتون با یه سری آدم آقا بابا یه یارو ولایاست یا میزنی یا میزننه یا میکشی یا میکشنه تموم میشه میره تکلیفتون با مبارزه ما اینجا یارو میاد ولایی اون میاد مجاهد اون میاد زد پرچمه بعد همین اینی که باش صحبت میکنم اینی چی بود؟ دقت کردی؟ دقیقا به مرام و مردانگی ما طرفدارای خب طرفدار حق و حقیقت و اسلام و نظام و رهبری اعتراف میکنم یه آقا رو در رو میان بامون حرف میزنن خب باشون طرفیم ولی اینجا که تو لندنن خب با ما رو در رو نیستن مجاهد میان از پشت میزنن به نامرد بودن خودشون خب اعتراف میکنن اپوزیسیون ها همین کیمیا هست عکس عقاب داره این همونه با یه سری آدم آقا بابا یه یارو ولایاست یا میزنی یا میزننه یا میکشی یا میکشنه تموم میشه میره تکلیفتون با مبارزه ما اینجا یارو میاد ولایی اون میاد مجاهد اون میاد زد پرچمه بعد همین اینی که باش صحبت میکنم اینی چی بود؟ همین کیمیا هست عکس عقاب داره پیجه یا عقاب پاکستری داره این همونه تو لایف پیجوامی داری میگفت با عصا اومده بودی حالا داره میزنه زیرش واقعا قبلا تو یه لایف بهش بگو بامک بگو 20,000 پونتی که قرار بود بفرستی نرسید یکی دیگه زد تو گوشش همجا بهش بگه خودش میفهمه چی داره نه بامک 20,000 پونت دادت بهت گفتم دو تا ده هزار پوندی میخوان برم بگیره این خارکسه میخواست منو بندازه تو دام آره میخواست شما حساب خودت بهم بده تا 20,000 پوند به حساب بزنه بگو یادته نه ماداش میگه 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 چه صداش کن بگو بیا جواب اینه که تو ایران رو بده ازش شماره حساب میخواسته که 10,000 تا برش بریزه بابا خودتم در جریان دیگه گفتم که قراره به 20,000 پوند دو تا 10,000 پوند بدن که بابا به حساب ما بزنن بگو بیا ما کورای سوال کن آقا دارید منو یاد گفتم با من آره بابا میدونم بهت گفتم بگو چه تر نکنه دیگه بگو خواهر کن سر شما خواست اینه تو ایران به گاه بدین دیدی؟ الان کوروش از ایران اومده کوروش از ایرانه میگه اون قضیه دریاگین دیگه من که نیستم که این الان تو ایرانه همه کوروش همون خورده همونی که 10,000 تا میخواستن برش بزن کی میخواستن این درست؟ ایشین هم میگه خدا دیگه بانو عزیزم خدا خودت که حالا چطوره خوبی؟ دو تا 10,000 دیدی؟ میشنوی؟ با خون شما درآمدزایی میکنن جوانای ایران ملت ایران میشنوی؟ اینا رفته بودن استقبال شاهزاده پهلوی جلو این تلویزیون انتو منتو هست خب؟ رفتن اونجا حساب با هم درگیر میشن این میگه تو قرار بود اینقدر به من پول بدی 10,000 پوند بدی 20,000 پوند بدی میزنی میدی مجاهدار میکشی حالا میذارم نگاه بکنی من خودم خلاچلم بگیره کسی بزنه بفر میشنویم دیگه فیلمشو میذارم نگاه بکنی میخواستی منو تو ایران به گاه بدی شهروال همدیگر در اینا براندازان اینایی که شما تو ایرانی دنبال کون اینا افتادین سلامتی خودتون و خانوادتون رو به خطر میندازین
به خاطر اینا یه مشت گوزو، حرامزاده، بیشرف، دیناموز، دل دوز با پول خون شما میرن تو کابارا و دیسکوها لجنبازی و کسافتکاری میکنن. شما دنبال اینا میگردین؟ بعد آیا رامین یه نامی آن کردی آو کردله خمان آو دوانه یا خوار کردین ای دال خیزله دخواستی آن سری آن بواره نجیره بر گفتم که از جریان کردی و مهسا امینی و با همه داستانش که هست سو استفاده کرده بیناموسا اکثر دختر کرد میگرفتن بالا سرشون سینه هاشونو میداختن بیرون ما میگفتیم بابا سو استفاده نکنیم بالاترین قسم کرد گیسو مادرش رو ناموسشه و هم دیگه رحم نمی کنن به هم دیگه رحم نمی کنن. تا دیروز من تو کرد آقای رامین و آیون کردی که میایم به من بیادبی میکنیم تو دیروز هیچ کدوم از ما کردها رو قبول نداشتن گفتن کردا شما سر میبرین لاتین اوباشین نمیدونم فلانین بیسارین تازگی یه ذره لول بردن بالا میگن تجزیه طلبین خب یعنی اینو از سرتون در بیارین بیرون که به شما عطف و مهربانی و حقوق حق و حقوقی بدن این جماعت کیربر انداز سرپرست و دار و دسته مریم رجبی چه جنایت هایی نکردن دار دسته مریم رجبی و مسعود رجبی خب من بهشون میگم مریم زبدری خب منافقین چقدر کرد کشتن چقدر هموطن ایرانی کشتن تو مرساد یادتون میاد دیگه تو عراق دست به دست صدام گذاشتن رفتن کردان تو انفال کشتن کردستان عراق خود خاندان رضا پهلوی چقدر کرد کشت بعد شما میایین به خاطر این بچه کونی های خارکوسه حرامزاده چهار تا همتبار من هم همزبان من میایین به من بیادبی میکنین یه اسکل نمیخوام بیادبی بکنم چهار تا بچه کونی کیر در کون خورده پرچم گی دست گرفته رو دور خود جمع میکنی متاسفم برات همزبان و همشهری من هستی خب وای میسی به من کرد و همزبان داری فوش میدی واقعیت ها رو میبینین خودتون رو به اون راه میزنید دوستان من لایو رو قطع میکنم خب برم یه سیگار با خیال راحت بشم دوباره برمیگردم یه لایو دیگه میدم دورتون بگردم عشق منم دوستتون دارم یعنی